অত অগ بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوارم که هر کجایی که هستید و برنامه خودتان یعنی مکتب حادیره نگاه میکنید جور سالم و صحتمند باشید با مضمون فیزیک سنف نهم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساب ما را یادداشت کنید شاگردای عزیز شماره ما هست دو و, و, چهار و, هشتاد دو و, پینجا و سزده. شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید اگر سوالی دارید یا کار خانگی ما به شما عزیزان میسپاریم به این شماره برای ما ارسال کنید خب شاگرده عزیز قصد داریم فصل چهارم با موضوع الکترومغناطیس با هم دیگه شروع کنیم در درس سزدهم هم قصد داریم که در رابطه با ساحه مغناطیسی که در اطراف یک سیم حامل جریان ایجاد میشه با شما صحبت کنیم اما قبل از اون مروری داشته باشیم بر درس جلسه قبل در درس جلسه قبل ما در رابطه با اتصال مقاومت ها و همچنین در رابطه با اتصال بطری ها با شما عزیزان صحبت کردیم دو موضوعی بسیار مهم و بسیار مهم یکی اتصال مقاومت ها و یکی هم اتصال بطری ها که در آینده شما با این موضوعات بسیار سر و کار خواهید داشت پس یک دو تا مثال کوتاه حل کنیم تا یک مروری بشه بر اتصال این جریان های برقی خب مثال با هم ببینیم مثال اول از اتصال مقاومت ها میزنم قصد دارم که شما برای ما حل کنید تا حتما یادآوری شود خب به این جریان نگاه کنید یک سرکت به این صورت دارم مثبت منفی اینجا رو قرار میدم 6 ولت میگم که آر یک مسایب با دوم آر دو رو برابر با چهار اوهم قرار میدم آر سر برابر با هشت اوم و آر چهار رو هم برابر با ده اوم قرار میدم خب اولین سوالی که من از شما دارم اینه که چی نوع اتصالیه سریع بگین آفرین اتصال مسلسل پس ایرتا نیستیم تشخیص دیم سوال چی گفته؟ سوال گفته اول مقامت معادله دریافت کن دوم جریان به دست بیار خب میگیم که مقامت معادل در اتصالی که ما تشخیص دادیم اتصالش از نوع اتصال مسلسله دیگه وارد بحثش نمیشم شما تشخیص دادید دیگه در درس جزوات قبل یاد گرفتید که چه نوع اتصالی ما مسلسل میگفتیم خب حالا اتصال تشخیص دادیم میگیم که در اتصال مسلسل مقاومت معادل میشد جمع مقاومت ها دیگه پس میگیم که یک دو داریم یک چهار داریم یک هشت داریم یکم ده داریم اینا رو با هم جمع میکنم دو چهار شش شش با هشت برابر با چهارده، چهارده با ده برابر با بیست و چهار میشه واحدش هم که به خاطر دارد دیگه واحد مقاومت هم که اهم بود دیگه شد شد مقاومت مقادل اما جریان چه میشه؟ گفتیم که جریان در مقاومت هایی که به صورت مسلسل به هم دیگه بست شدن یکیه یعنی جریان آر یک بار دو آر سه R4 با هم برابر برابر, برابر با جریان کل سرکت ما هستن پس اینجا میتونیم چون ولتاژم به ما داده از قانون اوم استفاده کنیم دیگه پس چه میگیم؟ میگیم که قانون اوم میگفت که آر مسایب با وی به آی دیگه نمیدم. خب حالا جریان میخوام دیگه آیا میخوام به دست بیارم چی کار میکنم میگم که آی مجهوله پس جایش با آر عوض میکنم میشه وی به آر میگم وی رو به ما داده شست دیگه سیسته پس شش ببخشید شش رو قرار میدیم آر هم که به دست یاوردیم بیستو و چهار دیگه یک ساده کنید شش به شش یک بیست چهار به شش هم که برابر با یک بر چار میشه جواب ما واحدش چه میشه؟ واحدش میشه امپیر این شده از جواب این سوال ما اما در رابطه با اتصال بتریها ها هم صحبت کردیم یک مثال هم از اینجا حل میکنیم تا اتصال بتری ها هم یک مروری شده باشه خب سوال با هم ببینیم چهار تا بیتری دارم این بطری ها رو با هم دیگه اتصال دادم سری به ما بگین که اتصالش از چه نوع اتصالیه آفرین بر شما اتصال ما از نوع اتصال مسلسل است گفتیم در اتصال مسلسل قطب مثبت یک بطری با قطب منفی بطری بعدی در تماس است و به این صورت ادامه میدیم دیگه خب در اتصال مسلسل ما چه خدمت شما گفتیم فرض کنید که هر کدوم از اینا دو ولت ولتاژش دو ولت سایسه هر کدوم از اینا دو ولت ولتاژ داره حالا میخوایم ولتاژ کلی را دریافت کنیم چی کار میکنیم گفتیم در اتصال مسلسل باید برای دریافت ولتاژ کلی ولتاژ ها رو جمع کنیم دیگه پس میگیم که وی ما مساوی میشه با جمع اینها چون همه اینا برابره پس از قانون ضرب استفاده میکنیم میشه چهار ضرب در دو که برابر با هشت ولت میشه میشه چی ولتاژ معادل از و جریان گفتیم چون اتصال ما اتصال مسلسل است در اتصال مسلسل جریان ثابت است پس اگر جریان اینجا یک هزار میلی آمپره اینجا هم یک هزار اینجا هم یک هزار و اینجا هم یک هزار میلی آمپره جریان کلی ما باز هم یک هزار میلی آمپره یعنی تغییری نخواهد کرد اما در اتصال دیگه که گفتیم اتصال موازی بود دیگه فرض کنید یک بیتری اینجا دارم یک بطری هم اینجا دارم صحیح است خب اینا رو با هم دیگه اتصال دادم این اتصالش میشه اتصال موازی چرا چون قطب های مثبت با هم اتصال پیدا کرده و قطب های منفی هم با هم یعنی قطب های هم نه و با هم دیگه اتصال دادیم در اتصال مسلسل قطب های نو هم انتقال با هم دیگه تماس پیدا میکردن اما در اتصال موازی قطب های هم نه در اتصال موازی مقاومت ها گفتیم ولتاژ معادل با تک تک ولتاژها برابره یعنی ولتاژ تغییر نمیکنه این دو ولت ای هم دو ولت باشه ولتاژ کلیه برابر با دو ولت اما جریان ها دیگه جمع می شدن اگر یک هزار میلی آمپر بود یک هزار میلی آمپر بود اینها جریان کلی دیگه جمع می شد می شد دو هزار میلی آمپر این مباحث بود که در جلسه جلسه قبل بررسی کردیم این مروری بود بر درس جلسه قبل وارد درس امروز میشیم فصل چهارم با موضوع و مغناطیس قصد داریم که ساحه مغناطیسی که در اطراف یک سیم حامل جریان ایجاد میشه رو با هم بررسی کنیم در رابطه با ساحه مغناطیسی ما در صنف های قبل مطالبی رو خواندیم ساحه مغناطیسی تعریفش چی بود شاگرد عزیز کی به خاطرش هست گفتیم که ساحه مغناطیسی فضای اطراف هر مغناطیس میگیم که در او فضا خاصیت جذب و دفع هم وجود داره شما اگر یک مغناطیس نزدیک یک آهن کنید همه که نزدیک کردید یعنی تماس ندادید دیگه نزدیک کردید میبینید که یک قوه قصد داره که آهن به سمت مغناطیس شما جذب کنه یا اگر دو تا مغناطیس داشته باشین یکیش قطب مثبتش و قطب منفی یکی دیگهش نزدیک کنید شما میبینید قبل از اینکه اینها با همدیگه تماس برقرار کنند یک قوه جاذبه بین اینها ایجاد میشه سعیسته؟ با او فضایی که این قوه را ایجاد میگن چی ساحه مغناطیسی سعی شد خب حالا آقای اورستد یک دانشمند بود دیگه آمد کشف کرد که اگر یک سیمی ما داشته باشیم که از این سیم جریان برقی را عبور بدیم این سیم ما به یک مغناطیس تبدیل میشه حالا که سیم به یک مغناطیس تبدیل شد پس این سیم ما دارای ساحه مغناطیسی میشه چرا گفتیم دیگه هر مغناطیس اطراف خودش ساحه مغناطیسی داره دیگه پس وقتی که از سیم حامل جریان شما از یک سیمی که حامل جریان هست شما نگاه کنید در اطراف از یک ساحه مغناطیسی ایجاد میشه خب نکته ای که در این رابطه وجود داره اینه که این ساحه ای مغناطیسی که در اطراف سیم حامل جریان ایجاد میشه به شکل خطوط دایروی هم مرکزه شکلش با هم رسم کنیم پس شاید عزیز ما چی گفتیم گفتیم اگر از یک سیم این سیم ما دیگه صحیح ما از این سیم جریان رد کنیم مثلا به یک بیتری وصل کنیم سیمه مثبت یا هم که منفی صحیح این سیم مایه دیگه اینجا برای شما بنویسم، این سیمه خب اگر ما از این سیم یک جریانی رو عبور بدیم این سیم ما تبدیل به یک مغناطیس میشه وقتی که تبدیل به مغناطیس شد در اطراف خودش یک ساحه مغناطیسی ایجاد میکنه حالا نکته چی میگه میگه ساحه مغناطیسی که در اطراف سیم حامل جریان ایجاد میشه شکلش به صورت خطوط دایروی هم مرکزه ما در سنفای قبل خدمت شما عزیزان بیان کردیم که وقتی ما میخوایم ساحه مغناطیسی را رسم کنیم این ساحه مغناطیسی را به صورت یک خطوطی رسم میکردیم دیگه حالا وقتی که در سیم یک جریان ایجاد شد این سیم ما به یک مغناطیس تبدیل شد در اطرافش هم ما ساحه مغناطیسی داریم این ساحه مغناطیسی شکلش به صورت خطوط دایروی هم مرکزه پس اینجا یک ساحه مغناطیسی ایجاد میشه میگیم که به صورت خطوط دایروی هم مرکزه به این صورت دیگه صحیح شد پس این میشه چی؟ این میشه شکل خطوط ساحه مغناطیسی که در اطراف سیم عامل جریان ایجاد میشه نکته بعدی که بسیار نکته مهمی هسته میگه که جهت خطوط ساحه مغناطیسی شما میدانید دیگه ساحه مغناطیسی رو ما با یک سری خطوط رسم میکردیم این خطوط هم جهت دارن دیگه جهت خطوط ساحه مغناطیسی در اطراف یک سیم حامل جریان و جهت جریان بستگی داره یعنی شما اگه جهت جریان عوض کنید جهت خطوط ساحه مغناطیسی شما هم تغییر میکنه دیگه خب به شکل نگاه کنید خب ما این شکل برای شما از آن رسم کردیم گفتیم که اگه یک قطب مثبت یک قطب منفی بتری ما باشه این سیم هم به بتری وصل شده یک جریانی به نام یک جریانی به نام جریان آی اینجا ایجاد شده بر اثر این جریان گفتیم این سیم ما به یک مغناطیس تبدیل میشه حالا خطوطی اینجا ایجاد شده جهتش به این سمته نکته چی میگه نکته به می... ما میگه که اگر شما جهت جریان عوض کنید به چی صورت مثلا قطب جای قطب های با هم عوض کنید میگیم که اینجا ما قطب منفی را قرار بدیم صحیح شد جهت جریان قصد داریم که عوض کنیم اینجا قطب منفی قرار بدیم اینجا قطب مثبت قرار بدیم یعنی جهت بتری رو عوض کردیم وقتی که این کار انجام دادیم مسلما جهت جریان ما تغییر میکنه دیگه جریان به این سمت میه چون جهت خطوط ساحه مغناطیسی به جهت جریان بستگی داره پس وقتی که جریان جهتش عوض شد جهت خطوط ساحه مغناطیسی هم عوض میشه یعنی اگه به این سمت بود در حالت قبلی دیگه به سمت نیسته جهت این خطوط عوض میشه شاگرد عزیز و این سمت میشه چرا چون جهت جریان ما تغییر کرد پس جهت خطوط ساحه مغناطیسی در اطراف یک سیم عامل جریان و جهت جریان بستگی داره خب حالا یک سوال مطرح کنیم گفته که یک آزمایشی رو شما برای ما طراحی کنید که ساحه مغناطیسی یک سیم حامل جریان ما نشان بدن خب برای طراحی آزمایش به چی موادی ضرورت داریم یک و یک مقوا شما ضرورت دارین دو یک سیم بسیار بلند سه بوراده های آهن و چهارم هم قطب نما این چهار تا وسیله رو تهیه کنید تا ما بگیم که این آزمایش چه قسمی باید انجام بدیم خب به تخت سیاه نگاه کنید پس ما به چه مواد ضرورت داریم؟ یک گفتیم به مقوا یک سیم بلند دیگه به چه ضرورت داریم؟ براده های آهن و به قطب هم ضرورت داریم خب چی کار کنیم؟ میگیم که این مقوا رو شما در نظر بگیرید این مقوای مایه صحیح شد این مقوا رو وسطش سوراخ کنید این سیم شما از وسط مقوا عبور بدین به این صورت صحیح شد این سیم ما از وسط این مقوا عبور دادیم خب باز چیکار میکنیم میگیم که روی مقوا براده های آهن قرار میدیم این براده های آهن روی مقوا پخش کنید در حالت عادی هیچ تغییری ما مشاهده نمی کنیم دیگه حالا شما این سیمه به یک جریان برق متصل کنید مثلا به یک بیتری وصل کنید صحیح شد این سیم ما وضع کردیم به یک جریان برق یک جریان اینجا ایجاد شد دیگه صحیح شد خب وقتی که این جریان ایجاد میشه شما مشاهده خواهید کرد که چون سیم ما به یک مغناطیس تبدیل میشه اینجا براده های آهن به شکل خطوط دایروی قرار میگیرن صحیح؟ پس ما تانستیم یک آزمایشی را تررایی کنیم که نشان بدیم که ساحه مغناطیسی در یک سیم حامل جریان وجود داره حالا در ادامه کار شما میتونید چیکار کنید برای اینکه بیشتر بررسی کنید مثلا ما چی گفتیم گفتیم که جهت خطوط سایه مغناطیسی به جهت جریان بستگی داره صحیح پس شما چیکار میکنید میان جهت جریان عوض کنید ببینید که جهت خطوط سایه مغناطیسی چه تغییری خواهد کرد خب اگر شما یک سیم حامل جریانه در یک ساحه مغناطیسی قرار بدین برای سیم شما قوه وارد میشه به چی صورت نگاه کنید اگر ما دو تا مغناطیس داشته باشیم دیگه شما میدانید دیگه اگر این دو تا مغناطیس از قطب های هم نزدیک کنید مثلا هر دو تا اینا رو از قطب شمال یا هر دو تا اینا رو از قطب جنوب به همدیگه نزدیک کنید میبینید که اینا از همدیگه دیگه دفت میشن دیگه یک قوه دافعی بین اینها ایجاد میشه حالا اینا را اگر از قطب هم ناهم نه نا و به هم نزدیک کنید مثلا قطب شمال و جنوب به هم دیگر نزدیک کنید چه اتفاق میفته اینها جذب هم دیگه میشه شما یک قوه جذبی را اینجا احساس میکنید حالا طبق گفته های آقای اورستد که میگفت که یک سیم عامل جریان هم به یک مغناطیس تبدیل میشه حالا این سیم عامل جریان که به یک مغناطیس تبدیل شده در شما باز هم در یک ساحه مغناطیسی قرار بدین برای سیم شما قوه وارد میشه دیگه بیشتر توضیح بدیم نگاه کنید خب ما یک سیم داریم این سیم ما یه. از این سیم یک جریانی رو وقتی عبور بدیم طبق نظریه آقای اورستد و مطالبی که خودمان یاد گرفتیم این سیم به یک مغناطیس تبدیل میشه دیگه خودش میشه یک مغناطیس صحیح خب حالا یک مغناطیس دیگه اینجا در نظر میگیریم این مغناطیس ما هم که مثلا قطب N و S داره دیگه حالا این سیم شما در ساحه ای مغناطیسی این مغناطیس دیگه وقتی قرار بدین چون سیم شما مغناطیس دیگه وقتی دو تا نزدیک هم قرار میگیرن یک قوه بین اینها ایجاد میشه پس بر سیم ما قوه وارد میشه حالا قوهش از نوع جاذبه باشه یا دافع باشه دیگه پس وقتی شما سیم عامل جریان در ساحه مغناطیسی قرار میدین بر سیم شما حتما یک قوه وارد میشه مقداری قوی که بر سیم وارد میشه به چهار تا عامل بستگی داره یک شدت ساحه مغناطیسی دو مقدار جریان برق در سیمه سه طول سیمی که در ساحه مغناطیسی قرار گرفته و چهارم هم زاویه بین سیم و ساحه مغناطیسیه خب شاگرده عزیزی نکته سوم میشه توجه کنید گفته طول سیمی که در ساحه مغناطیسی قرار گرفته خب به تخت سیاه نگاه کنید فرض کنید که شما یک سیم دارید سیم شما طولش هست چهار متر سیسته؟ ما میخوایم ببینیم که یک قوهی که به سیم وارد میشه در اثر قرار گرفتن در یک ساحه مغناطیسی به چه عوامل بستگی داره نکته سوم چی میگم؟ میگه طول سیمی که در ساحه مغناطیسی قرار داره حالا اگه سیم شما چهار متر بود ولی فقط اندازه دو متر از داخل ساحه مغناطیسی قرار داشت ما دو متر در نظر میگیریم کل طول سیم دیگه در نظر نمیگیریم این یادتان باشه مقدار این قوه یک فرمول محاسبه دارد در سنفای بعدی با این فرمول و جهت قوه آشنا میشیم خیلی مهم است و این فقط از همینجا شما به خاطر داشته باشید دیگه مقدار قوه بستگی به این طول سیمی داره که داخل ساحه قرار گرفته او قسمتی که داخل ساحه قرار نگرفته را ما در نظر نمیگیریم پس این را باشه خب حالا که این موضوعات گفتیم یک سوال با هم مطرح کنیم میگه که جهت خطوط ساحه مغناطیسی در اطراف سیمهای حامل جریان به کدام عامل مرتبط است یک مقاومت سیم دو جنس سیم سه طول سیم چهار جهت جریان در سیم خب جهت خطوط مغناطیسی را از ما خواسته دیگه گفتیم جهت خطوط ساحه مغناطیسی به جهت جریان بستگی داره دیگه اگر شما جهت جریان رو عوض کنید جهت خطوط ساحه مغناطیسی هم تغییر خواهد کرد پس یه مواستان باشه سوال بعدی رو ببینیم گفته اگر سیم حامل جریان در راستای خطوط ساحه مغناطیسی قرار بگیرد چه قوایی بر سیم وارد می شود این سوال با توجه به او چهار تا عامل میخوایم جواب بدیم دیگه گفتیم چهار تا عامل بر قوایی که بر سیم عامل جریان وارد میشه تاثیر داره دیگه حالا سوال گفته اگر سیم عامل جریان در راستای خطوط ساحه مغناطیسی قرار بگیرد چه قوایی بر سیم وارد میشه؟ خب این سوال با هم دیگه حل کنیم فرض کنید که خطوط ساحه مغناطیسی ما به این صورته یک ساحه مغناطیسی یک نواخت داریم این خطوط ساحه مغناطیسی هستن حالا این سیم ما در جهت یا راستای خطوط ساحه قرار می گرن. مثلا سیم ما اینجا قرار داره در همین جهت قرار می گیره گفته چه قوایی بر سیم وارد میشه شاگرد عزیز خب شما می که زاویه ای که اینجا نکته چهارمش چی بود زاویه بود دیگه زاویه ای که بین این خطوط ایجاد میشه زاویه ای صفر درجه دیگه پس اینجا میگیم که قوایی که بر سیم ما وارد میشه برابر با صفر صحیح است چون زاویه که اینجا شده ایجاد شده زاویه صفر درجه پس میگیم که قوه ما برابر با صفر است خب سوال بعدی رو ببینیم گفته در چه صورت قوه وارد بر سیم حامل جریان بیشترین مقدار خود دارد این سوال به عنوان کار خانگی و شما عزیزان مسپاریم سوال حل کنید با شماره دو و شماره 2964 255 برای ما روان کنید که در چه صورت قوه وارد بر سیم حامل جریان بیشترین مقدار به خودش میگیره با توجه به او چهار تا عاملی که تأثیر گذار بودند بر مقدار قوه وارد بر سیم حامل جریان خب شاهیده عزیز درس امروز ما هم خلاص شد ما در رابطه با ساحه مغناطیسی در اطراف سیم حامل جریان باشه ما از آن صحبت کردیم طبق نظریه ای آقای اورستت وقتی که از یک سیم جریان رد میشه اگر این سیم جریان ازش رد نشه شما نگاه کنید یک قطب نما رو در یک اطراف یک سیم قرار بدید که جریانی نداره شما این عقربه های قطب نما تغییر نمیکنه دیگه پس این نشان میده که سیمی که جریان نداره مغناطیس نشده اما اگر سیم جریان شما عبور بدین قطب رو کنار سیم قرار بدین میبینین که اقربه های قطب انحراف پیدا میکنه این نشان میده که از یک سیم عامل جریان میتونه به یک مغناطیس تبدیل شد و وقتی که به مغناطیس تبدیل شد اطراف خودش یک ساحه مغناطیسی هم خواهد داشت تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان به پاک میسپاریم خدا نگهدارتون